من ام بی رو میخوام. چهار تا ام بی به توان دو چی بود بچه ها؟ دو تا آ دو به اضافه سی دو داخل، بی که خودش هست قراره بیرون بمونه. چهار تا ام بی به توان دو مساوی دو تا آ به توان دو، آ پنجه میشه 25 به اضافه سی به توان دو 3 میشه 9 منهای بی به توان دو هم مساویه 36 هسته. 4 تا ام بی به توان دو مساویه بچه ها 2 تا 34 تا منهای 36 تا هست. پس 4 تا ام بی به توان دو مساویه، اینجا مساویه میشه 68 منهای 36، یعنی 32 میشه. یعنی ام بی به توان دو میشه 32 4 و مساویه 8. در نتیجه ام بی میشه 2 رادیکال 2، یعنی جواب گزینه دو بچه ها. این سوال هم به این صورت حل میشه. نکته ای که پس یاد گرفتیم چی بود؟ کوچکترین میانه ارتفاع و نیمساز به بزرگترین ضلع وارد میشن. حالا اگر این نکته رو یادم رفت باید چی کار میکردم؟ یه دونه میانه رو من به این ترتیب حساب کردم. تو باید بقیه میانه ها رو هم همینجوری حساب میکردی، میدیدی از بین ام آ، ام بی و ام سی که داری کدوم از همه کوچکتره. کوچکتر میانه قطعا همین میشد و این گزینه رو علامت میزدی. این راه حل هم بود که خب اگر اون نکته یادت رفت باید از این راه حل استفاده میکردی. خب این نکته ای که گفتم از قضیه استوارت استفاده کرد تا طول میانه رو به دست بیاره. حالا در مورد نیمساز میخوایم صحبت بکنیم. تا حالا چیزی در مورد نیمساز شما نشنید بچه ها. یه مثلث داریم ABC، نیمساز زاویه A معمولا در نقطه ای که به ضلع BC برخورد میکنه رو با D نشون میدیم. حالا چه رابطه ای در مورد نیمساز میتونیم بگیم؟ میگه نسبت تفکیک ضلع روبرو، یعنی این دو تا تیکه‌ای که روی ضلع روبرو ایجاد کرده با نسبت اضلاعش برابره. یعنی میگم آبی به روی آسی، آبی به روی آسی میشه این تیکه به روی این تیکه بغلی، یعنی بچه‌ها بی دی به روی دی سی. این رابطه خیلی مهم در مورد نیمسازها هست. حالا اگر شما یه دونه زاویه خارجی در مثلث رو نیمسازش رو رسم بکنید و در نقطه دپریم بخواد ضلع روبرو رو قطع بکنه، باز همین رابطه برقراره. یعنی این فاصله دپریم تا بی و سی دقیقاً برابر نسبت آبی و آسی هست. دوباره می‌نویسم آبی به روی آسی مساوی هست با بچه‌ها دپریم بی به روی دپریم سی، هم واسه زاویه داخلی و خارجی. اما معمولاً توی کنکور سراسری از زاویه داخلی سوال میاد، خیلی نگران نباشید. خیلی خوب، حالا طول نیمساز چی؟ ما طول میانه رو بهتون توضیح دادیم. طول نیمساز رو هم میخواییم به دست بیاریم. میگیم نیمساز عادی به توان دو مساوی میشه با چی بچه ها؟ آبی ضرب در آسی منهای بی دی ضرب در دی سی. یعنی دو تا ضلع رو در هم ضرب کن، منها کن از چی بچه ها؟ بی دی ضرب در دی سی، دو تا تیکه که روی ضلع روبرو ایجاد کرده. عادی به توان دو رو بهت دادم. این هم یادداشت کنید، سه تا رابطه در مورد نیمساز خیلی مهم، حتما توی تستا استفاده میشه. خب دو تا تست من میخوام بهتون بگم، حتما با این روابط خودتون هم میتونید حل بکنید ولی منم پاسخش رو بهتون میگم. میگه در شکل مقابل بیکا نیمساز زاویه بی هستش بچه ها. اگر محیط مثلث مساوی 15.4 باشد طول ضلع بی سی چقدر هستش؟ گزینه ها 4.8، 3.6، 4.4 و 4. شکل چیه؟ شکل به این صورت بچه ها، اینجا کا هستش، آ بی سی. خیلی خوب، و روی شکل هم
مشخص شده که اینجا 3 و اینجا 4. این اطلاعات مثال است، بعضیا رو روی شکل میده و بعضیا رو توی صورت سوال. خیلی خوب، الان به ما گفته محیط مساوی 15.4 هست، یعنی A به اضافه B به اضافه C ستا ضلعمون قرار 15.4 باشه. از اونجایی که اندازه ضلع B رو به همون داده، یعنی یه 3 یه 4 رو شده کرده، پس ضلع B مساوی 7 بچه ها. پس A به اضافه C این 7 بره اونور مساوی 8.4 میشه و ما A به اضافه C رو داریم. حالا گفته طول ضلع BC رو بگه به دست بیار.